آقای داوودی، من یه سوالی رو داشتم در مورد بحث ماده 186 که خب الان مدت هاست این ماده حذف شده و خانم اکبری منفرد و تعداد زیادی از زندانیان با همین ماده محاکمه شدن. طبق قانون وقتی ماده حذف میشه، خب اون متهمین باید اعمال ماده 10 بشن و پروندهشون مجددا مورد بررسی قرار بگیره و یک چیز مشخصیه. من سوالی که از شما داشتم، چرا این ماده، یعنی اعمال ماده 10 در مورد این زندانیان صورت نمیگیره؟ چون اگر این اعمال ماده 10 صورت بگیره، بخش از اعظمی از زندانیانی که با اتهام محاربه در زندان هستن، من فکر میکنم آزاد میشن. ممنون میشم یه توضیح کوتاهی هم در مورد این ماده بدید. خیلی ممنون. بله، چشم آرش جان. کوتاه میگم، حتی اینا رو با هم صحبت کردیم. میدونم که تو برای اینکه موضوع به اطلاع دیگران برسه پرسیدی، چون با هم خیلی صحبت کردیم راجع به این موضوع. مسئله در مورد ماده 186، خب قبلا اگه یادتون باشه در قانون قبل از 92، یعنی قبل از 1392 قانون مجازات اسلامی، ما ذیل محاربه در واقع تعریف کرده بودن این ماده رو، و کسانی که در تقابل با نظام جمهوری اسلامی به عنوان حالا گروه های مسلح که مرکزیتشون باقی بوده دستگیر می شدن، بازداشت می شدن، حتی دستگیر واژه خوبی نیست، بازداشت می شدن، در واقع اینها به عنوان محارب محاکمه می شود، همونجور که فرمود. در سال 92 اومدن اینو تغییر دادن. حالا چرا تغییر دادن؟ چون علت چه بود که اساساً محاربه ربطی به مسائل سیاسی نداشت، یعنی ربطی با تقابل با حاکمیت اسلامی نداشت. حالا اصلا از اینم فراتر بریم، اصولا در فقه شیعه ما چیزی تحت عنوان تقابل به حاکمیت نداریم، چون اصلا فقه شیعه، اصولا فقهای شیعه، شیعه فقهای شیعه مشهورشون در واقع با حکومت کردن مخالفن و میگویند هر پرچم ولو به نام حکومت اسلامی، ولو به نام حکومت امام 12 شیعیان پرافراشته بشه، پرچم طاغوت. خب الان در عراق هم داریم حضرت آیت الله سیستانی، حضرت آیت الله اسحاق فیاض، حضرت آیت الله صادق شیرازی که دیگه اصلا ایشون که دیگه نهایت مخالفت با حکومت شیعه است. بنابراین شیعیان حکومت نمی کرد. حالا اونها به واسطه، یعنی جمهوری اسلام به واسطه این که به هر حال اولین نظام شیعی به حکومت رسیده بود، البته این به این معنی نیست که صفویه رو قلم گرفتم، نه، صفویه به عنوان حکومت شیعه حکومت نمی کرد، بلکه مشروعیتش رو از فقهای شیعه می گرفت. اما جمهوری اسلامی در سال 57 در ساحت حکومت وارد شد. این تفاوت رو در نظر بگیرید. خب برای یه فکری باید به حال اینا می کرد دیگه. خب وقتی شما اساساً موضوعی به نام موضوع حکومت کردن رو منتفی می دونی، خب طبیعتاً مواد قانونی یا احکامی در ارتباط با تقابل با نظام اسلامی هم نخواهی داشت. بنابراین اونها میآمدن از محاربه که به هیچ وجه موضوعش تقابل با حکومت اسلامی نبود، بهره برداری ناسواب میکردن برای محاکمه کردن افرادی که به نوعی وابسته به گروه های شبه نظامی یا گروه های مسلح بودن. یعنی میخوام بگم قبل از اینکه اصلا برسیم به این بحث شما، این بحث هم مطرحه که اساساً محاربه موضوع چیز دیگری بود. محاربه موضوعش چیه؟ محاربه موضوعش چیه؟ اینکه کسی تجرید سلاح بکنه. تجرید سلاح یعنی چی؟ یعنی کشیدن سلاح. یعنی سلاح رو اوریان کنه در مرعا و منظر و ملت بترسن. خوف برشون داره. این آدم محارب. هیچ ربطی هم به موضوع در واقع تقابل سیاسی نداره. در سال 92 قانونگذار دید که خب خیلی مخالفت های فقهی از حوزه های علمی می شد، یعنی برخی از فقها واقعا ایراد می گرفتن. در نتیجه رفتن در قوانینشون رو تا اونجایی که من می دونم خیلی هم زحمت کشیدن، در روایات خیلی
شاذ و به قول معروف غیر مشهور، یه بقیه پیدا کردن بالاخره. بقیه به قیه بقیه باقی، یه وقت خدا نکرده اشتباه نگیرید با ما دیدین، باقی منظور باقی واقعی، یعنی اینکه کسی که مرتکب بقی میشه. خب بقی چیه؟ بقی همون محاربه در ساحت مخالفت با حاکمیت. اینو اومدن تو قانون پیش بینی کرد. حالا برسیم به اینکه چرا اینا اعمال نمی کنن. بله درست می فرمید. تغییر قانون، تغییر عنصر قانونی یکی از موارد در واقع امکان اعاده دادرسی است. یعنی می توان بر مبنای اون اعاده دادرسی کرد. الان این مشکل برای زینبم هست. زینب جلالیان هم که دیگه خودم وکیلش بودم، همین مشکل رو ما داشت. که باید در واقع الان بیان و این احکامی رو که بر مبنای قانون سابق صادر شده بیان در واقع تطبیق بدن. خصوصا این تبصره ماده 286 در قانون موضوعات اسلامی جدید مواردی رو پیش بینی کرده که به نفع در واقع محکومین و متهمینه، لذا عطف به ما سبق میشه، یعنی بر میگرده به مواردی که قبل از تصویب این قانون بود. بر چه مبنا؟ اساساً قوانینه، کلن همه قوانین عطف ما سبق نمیشن. یعنی اگر شما یه فعلی انجام بدید الان مجرمانه نباشد، قانون وضع بشه که مجرمانه است، این عطف ما سبق نمیشه. در یک صورت برمیگرده به موارد قبل از تصویب خودش، اونم در صورتیه که به نفع شما باشه. اگه به نفع شما باشه برمیگرده. خب در بحث بقی چون مواردی برخلاف محاربه پیش بینی شده که مجازاتش تا 15 سال حبسه، یعنی مجازات درجه 3 است، بنابراین قاعدتاً میتواند کمک بکنه که امکان داره در رسیدگی مجدد بر مبنای این قانون جدید فعل فرد تطبیق داده بشه، مثلا با تبصره ماده 286. درسته بعد مجازات اعدام داره، اما موارد ترخص از اعدام رو هم داره و ممکنه در رسیدگی مجدد فعل فرد تطبیق کنه با اونها. پس منطقا باید چون به نفعشونه عطف ما سبق باشه. منتها علت این که این نمیشود، علت امنیتیشو که همه فکر میکنن میدونین، به هر حال جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در مقام تطبیق خودش با قوانین خیلی در واقع کند عمل میکنه و محاسبه میکنه، در نتیجه زمان میبره که این موضوع جا بیفته. هرچند که با توجه به همین استاندارد جا افتادنش هم تأخیر شده در مورد خیلی از دوستانی که الان اشاره کردی، اما دلیل حقوقی که براش میارن دقیقا اینه. میگویند ما بقی رو به عنوان یک کل به هم پیوسته در نظر میگیریم، دیگه به اون تبصره توجه نمی کنیم که مجازات درجه 3 در نظر گرفته و از اعدام عدول کرده. بنابراین میگن چون اونم مجازاتش اعدامه پس مجازات ها برابرن، پس دلیلی برای برگشتن به موارد قبل از تصویب وجود نداره، در حالی که به نظر من این یکی از غلط‌ترین تفاسیر حقوقی است که میتواند انجام بشود و یکی از بدترین جوابهایی که ممکنه داده بشود. ولی جهت این که مطلع باشید، پاسخ رسمی که میدن، حالا نیمه رسمی که میدن برای اینکه در این ارتباط اقدام نمی‌کنن، دقیقاً همینه و معتقدن که خب بقی هم مجازاتش اعدامه. بله ما میدونیم اعدامه، اما مسئله اینه که در محاربه ما اون مواردی که الان در قانون جدید در بقی آمده رو مثل همون تبصره ماده 286 رو نداریم. در تبصره ماده 286 آمده مثلا گفته چنانچه فرد در حالتی دستگیر بشه که اسلحه نداشته باشه ولو اینکه عضو این گروه های مسلح باشه، مثلا مجازاتش درجه 3 است، اینجا دیگه از اعدام معاف میشه. خب بر مبنای این که میتونیم عطف ما سبق بکنیم، از اونجایی هم که اصولا ما با در قوانین کیفری باید نگاهمون حمایت گرایانه و میدونی که در قوانین جزایی دو تا نگاه وجود داره، یکی نگاه حمایت از جامعه، یکی نگاه حمایت از فرد، باید اینها در کنار هم دیگه باشه. نه حق داریم حمایت از جامعه رو قربانی حمایت از فرد بکنیم، نه حق داریم حمایت از فرد رو قربانی حمایت از جامعه بکنیم. پس اصولا تفسیر مزیقی که پیشتر در مورد قبلی توضیح دادم که باید تلاش بشود که با تفسیرهای بسته
و در واقع به نوعی بسته، نه به معنای متسلبا، به معنای اینکه احتیاط کنیم، در واقع به نوعی حقوق افراد رو رعایت بکنیم به عنوان متهم. حالا خب قبول، طرف مرتکب جرمی شده، دیگه قرار نیست که سرش رو ببریم یا مثلا زجرش بدیم یا هر جور دلمون خواست باش برخورد بکنیم. بنابراین بر مبنای اون تفسیر مزین، باید با این تفسیر که مواردی در بقی وجود داره که میتواند کمک بکنه به کسانی که پیش از تصویب قانون 92 بنا به محاربه محکوم شدن، قطعا این مورد میتونه از موارد عادی دادرسی باشه. ولی عرض کردم آقایون پاسخ نیمه رسمیشون اینه که خیر، ما کلیت بقی رو در نظر میگیریم و میگم فقط یه عنوان عوض شده و یعنی داستان همونه. در صورتی اگر حالا فرصت کردی برید ماده 186 رو در قانون مصوبه 1370 مقایسه بکنید با ماده 285 به بعد در موضوع قانون 1392 و وقتی مطالعه میکنید اون موارد رو میبینید که چقدر با هم دیگه تفاوت های حتی محتوایی دارن. فکر میکنم اگر این کار رو بکنید خیلی موضوع بیشتر براتون ملموس خواهد شد. حالا توضیحاتی که دادم نمیدونم چقدر تونستم به سوال شما پاسخ بدم، در حال بذات همین. دست شما درد نکنه، خیلی کامل توضیح دادید، ممنونم. لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره.